قبل از اینکه به تحلیل تکنیکال هم برسیم میخوام در مورد اتریوم و اتریوم کلاسیک صحبت کنیم یک سر بخش کریپتومون رو امروز به سمت اتریوم سوق میدیم بیشتر من از یه خبر در مورد اتریوم شروع میکنم گریسکل یک فاند در واقع نگهدارنده کریپتو هستش یک پیشبینی کرده پس نکته مهم این, این کاری که کرده پیش بینیه. این خبر نیستش صرفا یک حدس یک گمانه اما خیلی حس جالبی بود خیلی سناریوی جالبیه برای بررسی کردن و دوست دارم که با هم بهش نگاه بکنیم گفته که احتب... یک آپدیتی رو پیشنهاد داده که یک... یعنی آپدیتی ب... به وجود خواهد اومد که این آپدیت چی خواهد داشت این اپدیت باعث خواهد شد که یک پوزتیو فیدبک لوپ داشته باشیم یک فیدبک مثبت در اتریوم به وجود بیاد یعنی چی؟ میگه که آقا این آپدیت که اسمش اتریوم ایمپروومنت پروپوزال 1559 هست قرار کاری که بکنه اینه که ترانزکشن فی رو ترانزکشن فی که در واقع اتریوم بلاکچین اتریوم میگیره رو ور داره با این ترانزکشن فی اتریوم بخره و این اتریوم رو چیکار کنه نابود کنه ای آقا اتریوم نابود کردن چرا میتونه خوب باشه برای بیت بسیار بسیار بولیش هستش ببینید ما بارها بارها در مورد بیت کوین صحبت کردیم و در مورد این صحبت کردیم که اصلا ارزش بیت کوین ارزش هر چیز ارزش هر دارایی که داره ارزش آفرینی نمیکنه ببینید شرکت ارزش آفرینی میکنه وقتی سهام یک شرکت رو میخرین دارین ارزش آفرینی اون شرکت داره ارزش میآفرینه بالاخره از یه جایی داره ارزش تولید میکنه چیزی که ارزش آفرینی نمیکنه مثل طلا مثل بیت کوین تنها ارزشش تنها دلیل ارزش داشتنش قیمتشه خب ببخشید کمیاب بودنشه و از بین بردن اتریوم هایی که وجود داره باعث کمیاب و کمیابتر شدنش میشه خب شما اگه شنیده باشید در یک زمانی در زمانی که قیمت گندم خیلی زیاد شده بود یه که رو کردن گندم‌هاشون تو آب ریختن رو آتیش زدن دور ریختن چرا چون هر چی قیمت گندم کم شده بود چون هر چی گندم کمتر باشه قیمت بالاتر خواهد رفت خب پس این پاک از بین بردن اتریوم میتونه به این شکل مفید باشه پس این در مورد اتریوم حالا میخواستم در مورد اتریوم کلاسیک هم صحبت کنم من امروز واقعا اینترنت داره یه ذره اصاب کن میشه ممکنه که من زودتر قطع بکنم امروز لایف رو واقعا اذیت داره میکنه در مورد اتریوم کلاسیک میخواستم صحبت کنم اتریوم کلاسیک چی اولا یک فورکی از اتریوم یک در واقع بخ... اتریوم یکی کمی تغییر پیدا کرده و از اتریوم جدا شده هدف این بوده که در واقع یک نتورکی بسازن یک شبکه‌ای بسازن که کماکان دیسنترالایز باشه غیر متمرکز باشه و غیر قابل تغییر باشه غیر قابل هک شدن باشه یه من خیلی کوتاه در مورد در واقع خود اون ایده ای که پشتش بوده هم بهتون بگم اینکه اصلا چی هستش و چرا هست اولا نکته مثبتی که نسبت به اتریوم داره اینه که مقدارش محدود هستش مثل اتریوم مثل بیت کوین پروف اف ورک کار میکنه نسبت به اتریوم گفتم خوب یک مهمترین بزرگ بزرگترین خوبیش اینه که محدود هستش برخلاف سافلایش محدود هستش برخلاف خود اتریوم و به نظر کوین جالبی میاد حالا من چرا کلا پیشنهاد نمیدم که اصلا سراغ آلت کوین ها برین چرا میگم آقا به بیت کوین و اتریوم برین چرا اصلا بیت... اتریوم به کنار من چرا میگم که بیت کوین بچسبین ببینید اه... حمله های 51 درصدی حمله 51 درصدی یعنی چی اه... یعنی یعنی اینکه 51 درصد ماینر ها 51 درصد کسانی که دارن استخراج میکنن یک کوین رو بیان و اه... بخوان یک خللی در سیستم وارد بکنم. بخوان یک هک در سیستم وارد بکنم. خب وقتی 51 درصد ماینر های یک کوین بیان و بخوان این کارو بکنن این اتفاق میفته اما چه چیزی باعث میشه که این اتفاق تا حالا برای بیت کوین نیافتاده اولا که الان 51 درصد ماینر های بیت کوین رو داشتن توی دنیا خیلی کار سختی خیلی هزینه بره خب شما فکر کن بعد میلیاردها دلار هزینه بکنی که بخوای پیش از 51 درصد ماینر های دنیا رو بخری که چیکار کنی که بیای بیت کوین رو هک کنی بیت کوینی که هک بشه بی... کلا ارزشی که هک بشه چی میشه ارزشش رو از دست میده خب شما تصور کنید اون آدم هستین که میخواین هک کنه اومدین 51 درصد ماینر های دنیا رو خریدین هزاران دلار هزینه کردین نه اگه میلیارد ها نه میلیون ها دلار هزینه کردین اومدین بیت کوین رو هک کردین خب مبارکه حالا بیت کوینی که هک کردین ارزش نداره به نظرتون اصلا منطقیه یعنی اصلا کسی میاد کار بکنه نه. اما مثلا بیت کوین کش مثلا اتریوم کلاسیک اینا مشکلشون چیه اینا مشکلشون اینه که اولا هک کردنش خیلی کمتر از این داره خیلی راحت تر شما میتونید 51 درصد ماینینگ ریت هش ریت در واقع بیت کوین اتریوم کلاسیک رو مثلا بگیرین و پس شدنی تره و کما که بارها هم اتفاق افتاده و یعنی برای بیت کوین اتفاق افتاده ولی بارها برای بیت کوین کش برای اتریوم کلاسیک اتفاق افتاد این هک شدن ها بر همین یه ذره ریسکی هست دوباره میگم کماکان اصلا این حرف به این معنا نیست که رشد کمتری خواهند داشت اتفاقا اتفاقا آلت ها رشدشون خیلی خیلی بیشتر خواهند بود نسبت به در واقع بیت کوین ها و ارزهای اصلی اما این رشد بیشتر همراه با ریسک بیشتر اگر میخواین آلتکوین بخرین حتما حتما یه سبدی از آلت ها رو نگه دارین نه یک رو دو تا سوال دیگه پرسیدن دیروز نصف بیت کوین با قصد نوسان گیر در 42000 دلار فروختم کی دیگه میتونم بخرم من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده اما یکی از اصول اول اولین قانون تریدینگ این باشه توی آپ ترند ها توی روند های روی با، رو به بالا هیچ وقت نفروشیم قانون دوم این باید باشه اجازه بدیم برنده هاتون برن جلو اجازه بدین برنده هاتون بدون و بازنده هاتون رو بگیرین وقتی دارین توی ترید سوت میکنین جلوش رو نگیرین بذارین بره خب وقتی دارین ضرر میکنین زود جلوش رو بگیرین این برخلاف چیزی هستش که احتمالا اون غریزه یادم آدم به آدم میگه غریزه آدم میگه ای ذره کردم بیا بیرون وقتی ضرر داری میکنیم که نشاید صف کنم شاید تبدیل به سود بشه پس این دوتا قانون رو حتما حتما حواستون باشه به تنها تهدید در ذ دیجیتال ورود دولت تروریست به ماین کردن شکلی اتحاد جهانی علیه پولشویی است من راجع به این طولانیتر تر صحبت میکنم الان الان واقعا وقتش نیست اجازه بدین که اتریوم کلاسیک رو نموداراش رو نگاه کنیم بعد یه نگاهی به سایر تکنیکال هامون بندازیم و ببینیم اوضاع از چه قراره در مورد فارکس هم خیلی چشم هست من خیلی دوستانم صحبت کنم اگر امروز وضعیت اینترنت من اجازه بده کمی اصاب خورد کن شده ولی اگر اجازه بده حتما حتما بهش می‌رسیم. خب من از میگم از اتریوم کلاسیک شروع بکنم خب من گفتم که اگه میخوایم آلت کوین ها رو تح... تحلیل کنیم اول به دلار نگاهشون میکنیم یه نگاه عقب‌تر میایم میندازیم به دلار خب ببینیم که خیلی خیلی شبیه بیت کوین شبیه اتریوم هست شاید هر چند که اتریوم آلت هایش زده ولی اینجا اتریوم کلاسیک اینطور نیست اگه بخوایم ترن لاینی بکشیم به نظر من ترند لاین اینجا خیلی خیلی ترتمیزه که به تازگی شکستیم تست کردیم و داریم ادامه حرکت میدیم بسیار تکنیکال بسیار تمیز کاملا حرکت مشخصه اما گفتم مهمتر از اون اینه که ما در واقع این رمز ها رو نسبت به بیت کوین ببینیم ارزششون و قیمتشون رو نه نسبت به در واقع دلار و میبینیم که توی نسبت به بیت کوین کماکان توی این روند رو به پایین قرار داره از نظر من با دیدگاه من این روند روند خوبی است این اتفاق اتفاق خوبی است چرا اتفاق خوبیه این به معنی که حرکتش هنوز آغاز نشد آیا ممکنه شو حرکت نکنه آره اما اگر حرکت بکنه مثل چی خواهد شد مثل مثلا اتریوم به بیت کوین خواهد شد اتریوم به بیت کوین رو بیاین ببینید نگاه کنید این همین روند وجود داشت چه اتفاق افتاد شکستیم به سمت بالا من کم خلوت کنم اینجا رو شکستیم به سمت بالا و ادامه حرکت دادیم ما منتظر همچین حرکتی از آلت ها هستیم حالا نه فقط اتریوم کلاسیک هر آلت کوینی که بررسی میکنیم الان برای مثال ایوس رو داریم ایوس کم کم داره حرکتشون نسبت دلار شروع میکنه اما نسبت به بیت کوین هنوز خبری نیست هنوز اون اتفاق بزرگ رخ نداده بسیار عالی خب بریم نگاهی به خود اتریوم هم بندازیم من امروز فکر نمی کنم به فارکس برسیم میگم امروز یه ذره وضعیت اینترنت ناراحت کننده است من باید برم یه ترابل شوتی بکنم ببینم از کجاست اتریوم بعضی که آلتایم هایش رو دوباره زد این تست رو انجام داد و برگشت کماکان داره درگیر آلتایم های درگیر 1800 دلار هست ببینیم با این مقاومت چطور برخورد خواهد کرد بیت کوین اما از اون طرف بعد از اینکه این حرکت خیلی بزرگ رو داشت و از این کندل خیلی بزرگ تا هزار تا برگشته و با این مقاومت برخورد کرده ببینیم که حرکت چطور خواهد بود آیا برمیگردیم یه سری به هزار تا بزنیم یا نه کاملا ممکنه چرا چون یه مقاومت خیلی مهم شکسته شده ممکنه کاملا برگردیم اما آیا محتمل هست یا نه یک دو این که اگر برگردیم چقدر اینجا خواهیم بود من فکر نمی‌کنم که خیلی زمان طولانی رو در واقع بتونیم توی 42 و زیر کلا 45 دلار سپری کنیم پس اردر هاتون آماده داشته باشین که اگر قیمت به اونجا رسید بتونین سریع خریدتون رو انجام بدین اما بریم سراغ تکنیکال هامون خیلی سریع من راجع به دلار صحبت کنم دلار توی این در واقع کانال کرکشن هنوز توی این دو سه روز اخیر خیلی منفی بود توی در واقع این هفته که توش هستیم قرمز بود کلن کماکان بریش نیستم روی دلار کجا اومدیم وارد این ناحیه بین این ساپورت و این رزیستنس شدیم که گفتم اینجا جای بیطرفی بی ماست پس اینجا رو داریم نگاه میکنیم دلار این از بحث دلار پس تا وقتی که از اینجا به سمت پایین خارج نشدیم من خیلی جذاب نیست دلار واسم طلا رو داریم طلا خب به حال بعد از برخورد به این مقاومت حمایت 1790ش در پنجشنبه روز گذشته حرکت رو به بالاش شروع کرد اما اومد الان رسیده به این مقاومت هنوز خیلی حرکت هیجان انگیزی برای من نداره تا کی تا وقتی که این خط روندی شکسته نشه حداقل این خط روندی و مهمتر از اون 1913 1931 اعداد آشنایی هست که در مورد طلا با هم صحبت کردیم راجبش نقره بعد که به مقاومت 2764 خورد برگشت پایین تا 27 برگشت پایین و الان به نظر میرسه که داره ادامه حرکت میده به سمت بالا ببینیم که ادامه هفته چه خواهد داشت براش قطعا نقره بسیار بولیشتر از طلا به نظر میرسه اینا توی نسبت طلا به نقره هم میتونیم ببینیم من اینجا یکم خلوت کنم نسبت طلا به نقره را داریم نگاه میکنیم دیدیم که این اسکویزی که در واقع توی نقره به وجود اومد این حرکت رو آورد پایین برگشتیم بالا برای تست و الان داریم ادامه حرکت میدیم نقره از طلا در سال 2021 خیلی خیلی جذاب تر خواهد بود اما سمپی رو داریم بازار بورس آمریکا کماکان تو این چنل رو به بالا داریم میریم خیلی اتفاق خاصی داره نمیفته من منتظر چی هستم دوباره تکرار میکنم من منتظر یک ملت آپ هستم به حرکت سنگین رو به بالا و بعد از اون یک سقوط بزرگتر به پایین بعد از این سقوط بزرگتر اونجایی است که ما وارد میشیم از این نوع حرکت ها زیاد داشتیم ببینید اینجا هم داشتیم ملت آپ شکست رو به پایین خب دوباره اینجا هم داشتیم ملت آب شکست رو به پایین دنبال همچین حرکتی هستیم تا اون موقع هیچ نشانه ضعفی فعلا از بازار بورس دیده نمیشه آلتایم های جدید داره ایجاد میکنه همه چی بسیار بسیار بولیش هستش اما من یه مورد دیگه هم در مورد بیت کوین بگم ببینید بیت کوین من توی ویدیو فاندامنتال بیت کوین میگم توی پلیلیست فاندامنتال بیت کوین برین و نگاه بکنید ما هر جایی که در بیت کوین باشیم باید آماده چی باشیم آماده پولبک سی درصدی باشیم آیا این به این معنی که پولبک سی درصدی همیشه اتفاق میفته نه اما ما باید آماده باشیم از لحاظ ذهنی سی درصد از اینجا ما رو به کجا میبره ما رو میبره تا سی و هزار دلار خب حتی ممکنه پولبک چند درصدی ببینیم ممکنه پولبک سی... 40 درصدی ببینیم برگردیم به سی هزار دلار آیا یعنی من صبر بکنم سی دلار بخرم نمیدونم من این کار نمی کنم. من خوشحال میشم که برگشته توی سی هزار دلار رو بخرم اما ممکنه این پولبک بک سی درصدی به جای که از الان اتفاق بیفته بیاد و یه قیمت خیلی بالاتر بیاد از 60 هزار دلار اتفاق بیفته این فول بک سی درصدی موقع ما رو میرسونه کجا میرسونه به 42000 دو هزار دلار پس حواستون باشه از این طرف از لازم ذهنی همیشه آماده پولبک باشیم ببینید اینجا هم دیدیم این پول بک سی درصدی خب اینجا پولبکی که دیدین دقیقاً سی درصد بود دقیقا سی درصد بود و ممکنه باز هم اتفاق بیفته پس حواسمون هستش به این موضوع من رمز ارس که دوتاشون رو نگاه بکنم دات رو نگاه بکنیم با هم دات به دلار خب بعد از اینکه این, این پرچم رو زد ببینید این, این که گفتم دیروز پیروزم رو, رو صحبت کردم شکست پرچم دوباره شکست دوباره الان وارد یک پرچم میشیم دوباره شکست خب منتظر همچین حرکت هستیم و سعی میکنیم کجا وارد شیم یا در نقطه شکست این پرچم ها یا پایین پرچم ها اینجا مثلا هیچ وارد نمیشه اینجا اصلا هیچ جای پرچمی نیست پس یا صبر میکنیم این پرچم شکل بگیره این کانسلیدیشن شکل بگیره یا در نقطه شکستش به سمت بالا که من اینجا رو بیشتر دوست دارم یا در نقطه برخوردش به پایین اوکی؟ خب به بیت کوین هم داست به بیت کوین رو هم داریم اینم در یک در واقع کانال هنوز قرار داره داره میرسه به یه حمایتی به نظر میاد که کم ک... ای... اینا کی به سمت بالا حرکت میکنن وقتی حرکت بیت کوین به سمت بالا متوقف بشه این زورش که این اینرسی که پشتش هست متوقف بشه اون موقع است که نوبت در واقع کوین هاست که شروع بکنن اصلا بیت کوین حرکت کردن فعلا طبیعتا رو به پایین هست منتظر ادامه حرکتاشون همگی به سمت بالا هستیم دات رشد میکنیم ببینید من دات رو دیدم در مورد صحبت کردیم در مورد فاندامنتالش خیلی به نظرم جالبه نمیتونم بگم رشد میکنه یا نه من یه ترمینولوژی استفاده میکنم در مورد این ارزها ببینید هر این ارزهای جدید این آلت ها هر کدومشون یک مثل یک استارتاپ مثل یک شرکت تازه تاسیسن اگر اینا رشد بکنن اگر به نتیجه برسن خیلی خوبن خیلی رشد خواهند کرد ولی ممکن هم نرسند الان ببینید چند تا شرکت میشناسین که پنج سال نشده و شکست شده این پس موضوعی که باید در نظر داشته باشین این تفاوت عمده ایه که بین این رمزرس های آلت کوین و بیت کوین وجود داره بیت کوین مثل یک شرکت ثابت شده مثل طلا مثل تفاوت خریدن طلا و خریدن یک استارتاپ خوب. قطعا شما استارتاپ بخرید سودی که میتونید روش خیلی بیشتره اما هم که دارین روش میکنین خیلی بیشتره این مثل تفاوت خرید مثلا دات و بیت کوین هستش بنابراین همین رو میگم اگه میخواین رمزارزهای های آلت کوین بخرین حتما سبد بخرین یه بخش تقسیم کنین بین 10 تا 15 تا 20 تا حتی 70 تا ارز مختلف اصلا کار اشتباهی نیست اما به شخصه بالای 90 درصد پورتفولیو رمزارز هم بیت کوین بوده و هستش رند رو هم الان این رمزارزهای های دیگر نگاه میکنیم اجازه بدیم من سوالات دیگه هم بخونم بسیار خوب خب بریم رن و یومار هم نگاه کنیم خب رن به دلار رو اول ببینیم چون تصفانه آفتاب زیاد شد خب رن به دلار آمریکا ببین من اینا فاندامنتالش رو فاندامنتالشون نمیبینم اگر میخوایم بخرین حتما قبلش فاندامنتالشون رو بررسی کنیم به نظر میاد که خیلی هم قریمی نیست از اکتبر سپتامبر 2019 شروع میشه خب طبیعتا توی آپ ترند این خبر خوبی است طبیعتا اینجا این, این لاین خیلی حدودی رو داریم که شکسته حرکت تست ادامه حرکت ببینید میگم با این شکل ها آشنا بشین سعی کنید بده همینه این کانسالیدیشن رو ببینین شکست تست ادامه حرکت دوباره رفتیم بالا کانسالیدیشن بعدی شکست به نظر من بهتره که کمی صبر بکنید اگر میخواین رو بخرین صبر کنید مثلا من ترجیح میدم که اگر بخوام خریدار باشم جای هلوش قیمت 75 سنت خریدار باشم نه اینجا نه این بالا و گفتم طبق معمول به ورژن بیت کوینش هم نگاه میکنیم به جفتش با بیت کوین رو هم نگاه میکنیم خب خب, خب. یه یکمی... خیلی من چیز جدید چیز خاصی نمیتونم روش بخونم شاید شاید این یه حرکت و یه باشه اما من من چیزی نمیتونم روش بخونم نظری در موردش ندارم مارکز کپ و فاندامنتال خیلی تکنیکال بسیار جالبی داره توضیح تحقیق کردن در توان علمی خودم تو یوتیوب در مورد اینکه تا 10 دلار میره صحبت شد او ببخشید چارت رو نداریم من عذر میخوام من میخوام من عذر میخوام الان دوباره درستش میکنیم خب من رن رو دو... پس چارت نبود داشتم صحبت میکنم من رن رو یه بار دیگه میگم ببین رن به دلار به نظر خیلی خوب میاد خب این آف ترند رو داریم میبینیم ترند به سمت بالا رو میبینیم که ازش جدا شده دوباره توی یک ترند خیلی تیزتر قرار داره نمودار روزانه رو اگر بخوایم بیاریم و میبینیم که اینجام داره میره بالا من گفتم اگه بخوام بخرم دوست دارم جای هلوش 75 سنت خریدار باشم شاید اینجاها نزدیک نزدیکی یه دلار یه ذره خطرناک باشه میبینیم توی یک دلار مقامت جدی داریم دیدیم که رفت و سریع برگشت دوست دارم یه ذره ارزون تر بخرم اما رن به بیت کوین رو وقتی نگاه میکنیم میگم رن به بیت کوین من خیلی چیز خاصی روش دارم نمیخونم چیز خاصی به به چشمم نمیخوره و شاید این ترن لاین ولی نه خیلی چیز خاصی به نظرم نمیرسه آیا بالاتر میره یا نه رو نمیدونم من باید فاندامنتالش رو بخونم و متوجه بشم و میگم اگرم خواستین انتخابش کنی قطعا یکی میتونه یکی از در واقع چندین چند تا رمزارزی باشه که توی سبد آلت قرار داره رمز که این هفته مستعد رشد هستن لینک داش ایوس سیل بند نانو و نئو از کجا آوردین این رو خیلی دوست دارم بدونم اگر دلیلی دارین برای این کار برای لایف رو میدونم قطع میشه متاسفانه بی BNB بی بی ان بی ببخشید بله بله بی ان بی بی, ان بی به یو اس دی رو اول نگاه بکنیم خب بی ان بی رشد خیلی قابل توجهی داشت و دلیلش این بود که یوتیلیتی ایجاد شد یعنی یک ببینید وقتی گفتم هر کدوم از این ارزها هر کدوم از این ارزها یک یک شرک یک پروژه هستن خب و این پروژه ها تا وقتی که فایده ای واقعا برای بشر داشته باشن فا، فایده ای برای سیستم داشته باشند مستحق رشد هستن خب بی ام بی مثلا چیکار کرده بایننس کوین چیکار کرده شما اگر تریدتون رو معاملاتتون رو روی بایننس کوین انجام بدین هم سرعت معاملاتتون بیشتره هم فی که برای معاملات میدین کمتره خب این یه فایده است خب این یک سوداوریه این یک ارزش افزوده است و خب این ارزش افزوده قطعا باعث افزایش قیمت خواهد شد و میارزه و افزایش قیمتش و خب داریم میبینیم که این حرکت ها صورت میگیره به سمت بالا اما دوباره دوباره اگه بخواید هم را... کوین رو بررسی کنین حتماً حتما نسبت به چی بسنجینش نسبت به بیت کوین ببینید چقدر زیباتر خواهد شد ببینید چقدر زیباتر خواهد شد از سال 2019 خب این روند رو به پایین رو میبینید که داره میشکنه این روند رو به پایین رو میبینید که داره میشکنه این پیکو بذارین کنار بیاین از اینجا نگاه کنیم بیاین از اینجا نگاه کنیم خب پس یه روند رو به پایین یه شکست فیک برگشت یک شکست دوباره شکست تست ادامه حرکت نسبت به بیت کوین چیزی که نسبت به بیت کوین بره بالا برای من حداقل جذاب هست بی, ام بی هم خیلی خیلی خوب به هم فاندامنتال قوی داره حالا میگم جدای از بحث اتفاقاتی که اخیرا داره میفته تو به بایننس سالیان سال وجود داشته سالیان سال قدرتمند بوده و الان هم حرکتش رو داریم آیا الان وارد بشیم آیا الان که قیمت این همه رشد کرده یا قیمت که الان دو برابر شده تو یه هفته اخیر وارد بشیم نه دنبال مومنتوم ندوین شما باید پریمتیو باشین شما باید م... قبل از اینکه مومنتوم ایجاد بشه حرکت کنید مم... اگه میخواستیم وارد شیم کی بعد وارد میشدیم وقتی این حرکت تست اتفاق افتاد اینجا باید وارد میشدیم برای حرکت الان این بالا خیلی کار خطرناکی آیا حرکت شورت خوبه آیا فروختنش فکر خوبیه اصلا نه اصلا نه شما در... میخواین یک چاقو در حال افتادن رو بگیرین این, است که من این چیزی همیشه استفاده میکنم و خیلی اصلا میتونه دید بده چاقویی که داره میفته رو با دست کسی نمیخواد بگیره خب جفت ها رو هم با هم نگاه میکنیم من متاسفانه اینترنت رو خیلی امروز ضعیفه و و همین نمیخوام فرصت رو از دست بدیم بزنید ورژن ضبط شدهش رو احتمالا خواهید دید ولی من عذر میخوام در مورد اینترنت بیت کوین دیشب بالاتر صفحه سقف صفح قبل... قبلی بسته شد کند روزان الان به نظر شما چیکار کنیم خیلی ساده بیت کوین هایی که دارین رو نگه میدارین و از مسیر لذت میبریم <applause> جفت ارزا رو من خیلی سریع نگاه میکنم خیلی سریع خیلی کوتاه از دلار آمریکا به دلار کانادا نگاه میکنم دلار آمریکا به دلار کانادا یه دیگه من اینجا داشتم این ترند قرمز رنگ رو اگر اینجا ببینید اینو میخوام ادامش بدم خیلی خیلی ترنلاین ترتمیز و دقیقی هست یعنی از این ماکسیم 19 نوامبر رو داریم 20 فوریه رو داریم تا سال 2020 و میبینیم که الان هم اینجا اومده و برگشتیم پایینش فعلا تا وقتی که بین این دوتا ناحیه هستیم بذاری من یه ذره خلوت کنم بگم بین کدوم دوتا ناحیه. بین این ترنلاین قرمز رنگ و ترنلاین آبی رنگ هستیم یعنی توی این مثلث اینجا هستیم من بیطرف هستم الان برگشتیم پایین قرمز که جای خوبی است امروز رو با پایین قرمز ببندیم میتونیم بریم برای تست کردن یک مایز 26 و حتی پایین تر دلار آمریکا به ین ژاپن رو داریم خب بعد از برخورد به این مقامتی حرکت خیلی خیلی بزرگ به سمت پایین آغاز شد انتظارش رو هم داشتیم وارد ترید نشدیم چون سیگنال ورود بهمون نداد پس چیزی که منتظرش هستیم بازگشت و تست حرکتش به سمت پایین هست دلار آمریکا پیسوی مکزیک خیلی جذابیت خاصی برام نداره از روش میپرم دلار استرالیا به دلار نیوزیلند این ترید رو من آماده کردم هنوز واردش نشدم اما منتظر ضعف هستم از دلار استرالیا و قدرت از دلار نیوزیلند تا حرکت خیلی بزرگ رو به سمت پایین ببینیم ببینیم که آیا مقاومت یک یک میتونه برای ما کار جدی انجام بده یا خیر دلار استرالیا به دلار آمریکا رو داریم توی آپترندمون بودیم توی این ترید تریدمون کماکان باقی میمونیم جلوی برنده هاتون رو نگیرین حساب رو منتقل کنین بریک ایون و صبر کنید از حرکتشون لذت ببرین دلار آمریکا دلار کانادا به ین ژاپن رو داریم از این خط روندی شکست به سمت بیرون برگشته برای تست اگر تست موفقیت آمیز بشه ادامه حرکت ببینیم میتونه حرکت بزرگی باشه با توجه به اینکه این ترند لاین بسیار بسیار قدیمی هستش اما یورو به پوند چه خبر یورو به پوند کماکان توی سود هست این تریدمون اما فعلا به سمت پایین حرکت نمیکنه صبر میکنیم ببینیم به کجا پیش خواهد رفت پوند به دلار آمریکا بالاخره موفق شد که مقاومت 13745 رو بشکنه اما ببینیم تا کجا میتونه که بالا بره یورو به دلار آمریکا رو داریم به نظر میاد که حرکت تصریحش تموم شده داره برمیگرده به سمت بالا هرچند که هنوز مقامت جدی برای شکستن در یک مایز 21 500 داره ببینید تا اونجا چطور پیش خواهد رفت دنبالشون خواهیم کرد من متاسفانه امروز باز زودتر تمام بکنم لایو رو خیلی ممنون که اینجا بودید ممنونم که هستید حتما حتما فردا به زودی میبینمتون تا فردا خدا نگهدار